خدمتتون عرض کنم. خب همونطور که مستحضر هستین، بالاخره روز گذشته ما نتیجه بازی با ژاپن رو واگذار کردیم. متاسفانه بچه‌ها تلاش زیادی رو کردن، اما خب تیم ژاپن هم والیبالی رو داره که همه مربی‌ها و کارشناسا و همه مردم خوب کشور رو می‌شناسن. این تیم سال‌ها دنبال این بود که بتونه بازسازی کنه والیبال خودش رو و یه تیم جدید رو بسازه. دقیقاً تو همون مقطعی که تیم ما کامل بود، بازسازی شده بود، تیمی بود که در واقع به راحتی ژاپن رو شکست می‌داد. اما الان این تیم ما تغییر پیدا کرده و یه تیم جدیدی درست شده که این تیم نیاز هستش که خورده در واقع بهش وقت بدیم، به بازیکن‌ها وقت بدیم. ما بازیکن جوونی داخل زمین داشتیم، بازیکن 19 ساله، 21 ساله. پس بنابراین بایستی اجازه بدیم که در واقع این آزمون و خطا انجام بشه، اجازه بدیم که این بازی‌ها برای این بازیکن‌ها آسون گرفته بشه با تعداد و تعدد مسابقاتی که تو شرکت می‌کنن و در نهایت بتونیم تیم خوبی رو برای آینده والیبال آماده کنیم. اما در مجموع بعد از باخت معمولاً هر صحبتی میشه در واقع برداشت توجیه درش میشه، اما واقعیت اینجوری نیست. ما بچه‌هامون دیروز تلاش کردن، آنالیز بسیار بسیار خوبی رو از بازی‌های دوستانه‌ای که ژاپن انجام داده بود به خصوص با لهستان تیم داشتن و در واقع ارنج به ارنج و حتی تو هر چرخش به طور کامل این اطلاعات به بازیکن‌ها رسیده بود. اما خب وقتی بازی شروع شد طبیعی بود که اون شرایط یه مقدار سخت شد به خاطر بحث جو سالونی که بود، به خاطر بازیکن‌های جوان‌تری که در ترکیب تیم بود و متاسفانه اونجوری که دلمون میخواست و خود بازیکن‌ها دوست داشتن و بر اساس اطلاعات و آمار و ارقام بود نتونستیم پلن‌هامون رو اجرا کنیم. تلاش کردیم که در ست دوم در واقع بازی برگرده، یه مقدار شرایط بهتر شد برامون، شکل تیممون یه خورده شرایط بهتری پیدا کرد و در واقع بازی روان‌تری رو ارائه کردیم و تونستیم شرایط بهتری داشته باشیم. اما مجددا در ست سوم مغلوب جنگندگی تیم ژاپن، مغلوب توپگیری ژاپن، مغلوب استفاده از توپهای برگشتی تیم والیبال ژاپن شدیم، چیزی که خیلی تو والیبال ما به عنوان نقطه ضعف از سالهای سال این اتفاق داره میفته. هم تو حوزه توپگیری و هم تو استفاده از توپهای برگشتی ما ضعف داریم و در واقع ژاپن این کار رو به بهترین شکل انجام داد. در صد امیدوارم بازی‌های بعدی خوب باشه، اما چیزی که قطعی هست و واقعی هست اینه که این یکی از 12 بازی ما در لیگ ملت‌ها بود. امیدوار هستم این بازی رو بازیکن‌ها کاملا فراموش کنن، چیزی که از دیروز تا حالا باشین صحبت شده، بعد از بازی تا الان صحبت شده، این بازی رو کامل فراموش کنن، برن به سمت سویی که بازی بعدی داریم. نه فقط بازی‌های بعدی، بلکه هفته‌های دیگه ای رو داریم و باید به اندازه کافی امتیاز جمع بکنیم، اولا بتونیم به جمع 8 تیم بریم که خیلی کار سختیه، ولی اگه اتفاق بیفته واقعا عالی و بی‌نظیره و بتونیم جایگاه خودمون رو در رنکینگ حفظ کنیم. ضمن اینکه یه نکته‌ای هم خواستم خدمتتون بگم که خب آقای عطایی یه مقدار کسالت دارن، یه مقدار سرماخوردگی دارن، امروز نتونستن در تمرین حضور پیدا کنن، تحت نظر پزشک هستن. امیدوارم هستم که حالا تا امروز بعد از ظهر و فردا خود شرایطشون بهتر بشه، اما برنامه تمرینی کاملا مشخصه. امروز قرار است یه تمرین توپی خوبی رو داشته باشیم، یه تمرینی که در واقع تاکید میکنه به نقطه ضعف‌های ما و همچنین تلاش میکنه برای اینکه بتونه نقطه قوتی در والیبال کشور ما هست اون رو بتونیم در واقع بیشترش کنیم و در نهایت بتونیم فردا رو آماده بشیم برای بازی با لهستان. امروز این تمرین یه بخشیش مربوط به نقاط ضعف لهستان هم هست و در واقع در روی اونا کار میشه انشالله. خیلی متشکرم.